چیه؟ چرا اینقدر الان حساسیت رو آقای خاتمی زیاده؟ کسانی که یادشون میاد سال 1376 و اولین باری که آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد با 20 میلیون رای، به خاطر میارن که چه شوکی وارد کرد به بدنه حکومت، به خصوص به در واقع محافظه‌کارانی که بخش عمده‌ای از قدرت رو در اون دوره در دست داشتن. از اون زمان تا به امروز اون اتفاقاتی که در ایران افتاده و برای حکومت این احساس رو ایجاد کرده که یک جور خطر امنیتی هست و موجودیت دست کم بخش محافظه‌کار حکومت رو به خطر میندازه یا تهدید میکنه، عموماً از طبقه متوسط شهری در ایران نشأت گرفته و عمده رای دهندگانی که در همین انتخابات اخیر هم مثلا در تهران همطور که کسرا اشاره کرد تمام یک فهرستی که مورد حمایت آقای خاتمی بودن رو به مجلس فرستادن، به نظر میاد از همین قشر هستن. در بعضی از شهرهای بزرگ دیگه هم همین اتفاق کم و بیش افتاده. اون چیزی که نگران میکنه محافظه‌کاران در حکومت رو این هست که این در واقع طبقه متوسط شهری یک رهبر یا یک در واقع سر داشته باشن و آقای خاتمی نشون داده در سالهای اخیر که میتونه بالقوه چنین نقشی رو ایفا کنه. در سال 88 اگه خاطرتون باشه در دوره انتخابات نقش شخص آقای خاتمی خیلی پررنگ نبود بعد از اینکه کنارگیری کرد از نامزدی، ولی بعد از انتخابات با وجود اینکه رهبر اصلی معترضان کسان دیگری بودند، حکومت انتظار داشت از آقای خاتمی که فاصله بگیره از اینها و این کار رو نکرد و هم یک جور دلچرکینی از موضع‌گیری آقای خاتمی در حوادث بعد از انتخابات سال 88 آقای خامنه‌ای داره، هم این نگرانی به هر حال وجود داره که در داخل حکومت و در بین کسانی که هنوز امکان اینو دارن که بیان نامزد بشن در انتخابات تایید صلاحیت بشن و اون در واقع کسانی رو نمایندگی کنن در قشر متوسط شهری که با سیاست‌های سیاسی و فرهنگی حکومت مسئله دارن و فاصله دارن، اون آقای خاتمی هست. ممکنه در قشرهای دیگه کسانی باشن که نارضایتی داشته باشن از عمل کرده حکومت، ولی اونا عمدتاً نارضایتی های معیشتی و اقتصادی هست. این قشر متوسط هست که از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی توقعاتی داره که حکومت نمیتونه پاسخ بده. همین قشر متوسط اون قشریه که در سال 92 خواهان رفع حصر رهبران در بندشون شده بود. در واکنش هایی که به همین اتفاقات این دو روزه من می‌دیدم خیلی از این صحبت می‌کردن که ما یک جای کف مطالباتمون رفع حصر بود، الان نشون دادن و بردن نام آقای خاتمیه، آیا پس رفت کردن؟ ببینید از یک جنبه‌های این در واقع جریان یک اهدافی داشته که به اون اهداف نرسیده. یعنی مثلا فرض کنید که همون جنبش سبز در سال 88 خواسته اعلام شدهش این بود که این انتخابات از نظر ما درش تقلب شده، نتیجه انتخابات باید باطل بشه، انتخابات دوباره برگزار بشه و اون نتیجه نرسید. اما از یک نگاه دیگر کسانی هم هستن که استدلال میکنن که همون اعتراضات و اون مبارزه ها بود که باعث شد در سال 92 امکان این به وجود بیاد که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه و اون قشر رو نمایندگی کنه که شما می‌بینید هم در همین سخنرانی امروزش هم اشاره‌هایی هست که داره همون قشر رو نمایندگی می‌کنه. آقای خاتمی الان تقریبا 4-5 ساله که ممنوع تصویره، عملاً حکومت تمام سعیش رو کرده که صدای آقای خاتمی خیلی به جامعه نرسه، ولی می‌بینید که یک ویدئو چند دقیقه‌ای از آقای خاتمی می‌تونه تأثیر بذاره. هنوز خیلی اصلا معتقدن که اگر آقای خاتمی در این سال‌ها آزاد بود و دائم سخنرانی می‌کرد و مجبور بود که در مورد همه اتفاقاتی که داره می‌افته اظهار نظر کنه، یا حتی آقای موسوی یا آقای کروبی اگه بیرون بودن از حصر و مدام مجبور بودن اظهار نظر کنن، شاید محبوبیت و تأثیری که الان دارن رو نداشتن. ولی به هر حال این یه تیغ دو لبه برای حکومت. اگه بخواد اینا رو آزاد بذاره دائم باید با خطر حوادثی روبرو باشه که موجودیت اون بخش محافظه‌کار حکومت رو به خطر میندازه. اگر بخواد اونا رو محدود کنه، محصور کنه، وقت این در واقع نفوذ کلام غیرعادی براشون ایجاد میشه.